If you have a video, are to reddit? Pedophiles it. Pedophilia is a good thing. What the fuck? Most of us feel discomfort when we think about pedophiles. What do you think about pedophiles? I'm not sure if you're going to be a good not sure if to be But just like pedophiles, we are not responsible for our feelings. We do not choose them. We are not responsible for our feelings. We not choose them. <applause> الان من به خاطر مشکل روان اول بذار ترجمه کنم میگه ما مسئولیتی در قر... برابر احساساتمون نداریم ما احساساتمون انتخاب نمی کنیم ما اگه کمون راست کرد یه دختر دوازده ساله رو دوست داشتیم باش برتاد بقرار کنیم ما که تقصیر نداریم احساسمون خواسته ما در مورد احساساتمون مسئولیت نداریم من الان میخوام برم گردن این یارو رو بشکنم میخوام برم با چاقو بکنم تو گردنش من در مورد احساساتم مسئولیت ندارم من اون لحظه واقعا احساسم خیلی دلش میخواست با چاقو بکنه تو گردن یارو و یارو رو بکشم حس خوبی بهم به میداد من احساسم اینو میخواسته شما نباید منو چیز کنید But we are actions. ما بر برابر عملمون مسئولیم خب اوکی okay. این داره میگه تو اگر دلت میخواست با یه بچه فلان کنی مشکل نره دلت میخواست ولی در اگه این کارو کردی مسئولی حالا اوکی okay? and we must make a decision it is in our responsibility to reflect and to overcome our negative feelings about pedophiles and to treat them with the same respect we treat other people with We should accept that pedophiles are people who have not chosen their sexuality and who, unlike most of us, will never be able to live it out freely if they want to lead an upright life. We should accept that pedophilia is a sexual preference. Yes. میگه باید آره میگه توضیح داد میگه آخرش بالاخره با توجه به اینکه اتفاقات میفته ما باید قبول کنیم که در واقع پدوفایل بودن یه دونه حس یه گرایشه و باید اینو بپذیریم kind of میگه اینم داره میگه من میدونم که شما دلتون می‌خواد این آدما رو مثلا از اجتماع حذف کنید آدمای پدوفایل ها However it doesn't make sense. And that's because میگه به نظر ما منطقی نیست چون ما در مورد بیولوژی حرف میزنیم داریم راجع به گرایش حرف میزنیم چیزی که ما نمیتونیم عوضش کنیم یارو داره میگه آقا یارو اگه پدوفیله این یه گرایشه ما نمیتونیم تغییرش بدیم New people are born with the same difficulty. خیلی دوست دارم یارو بچه داشته باشه بچهشو بدیم به یه پدوفیل باش و هر بره ببینیم هستش چیه So it's not practical to eliminate these people from society They haven't done گوزو اصلا گرایشه باشه اصلا ما میگیم که این کسچری که تو داری میگی درسته بچه این وسط چه گناهی داره بچه منم با اینجا باید بیاد خود به خود به این آغاز به این خانوم خدمت کنه Are you serious right now? جدی داری میگه الان؟ On anything wrong. Um, این مصاحبه رو من خیلی دوست دارم برم کاملش از تتاک ببینم. ولی ظاهراً بحث کلیشو اینه میگن آقا ببین بیسیک حرف اینا اینه میگن آقا پدوفیل کسی که پدوفایله یا به قول خودم پدوفیله این درسته ما دوست نداریم درسته از نظر ما کار بسیار عجیبیه و ما این آدما رو بعد از جامعه حذف کنیم البته اینو بهتون بگم ما پوینت حرف و اینا هم این نیست که این کار اینا باید اجازه بدیم انجام بشه اینم بگم اینا بحثش این نیست اینا میگن این یه گرایشه ما نباید اینا رو مثلا بزنیم کونشون رو پاره کنیم درکشون کنیم که اینا این گرایش رو دارن بفهمیمشون و مثلا یه جور دیگه کنترلشون کنیم این نگاهش اینه اینم بهتون بگم حالا شاید دارن اینجوری نشون میدن در واقع میگن آقا این اگه اینجوریه لازم نیست شما مثلا اینو حذفش کنید از جامعه مثلا ما ببینیم بنزشون زندان چون الان فکر کنم پدوفایلا زندان میرن تا اونجا که میدونم میگه آقا زندان اینا رو بعد مثلا اینا گرایششونه دست خودشون نیست اینجوری به دنیا اومده ال جی بی تی کیو پی پلاس آفرین الان ال جی بی تی کیو پی پلاس شد یه پی هم به ال پلاس یا خدا جیسس چرا به ذهن خودم نرسید LGBTQ پلاس دیگه قدیمی شد پی پلاس البته اون پلاس هم همینه دیگه تازه بیه پلاس هم گذاشتن یعنی بازم هست ما به زودی اینا رو کشف میکنیم بذار بریم جلو ببینیم دیگه چی چیزی از توش در میاد به نفع منافعمون یه چیزی میاریم وسط آه وای خدایا بعد میگن نیچو گیر کردی تو چپ چرا در نمیاری دادش خب وقتی اون کرده تو من من چجوری چیکار کنم هر هر گوی داری میخوریم هر گویی داریم میخوریم که نه هر گویی دارن میخورن داره تاثیر میذاره رو زندگی من و شما دیگه الان شما پس فردا خودت برادر کوچیکی داری خواهر کوچیکی داری بچه خواهری داری پس برادر خواهری داری خودت در آینده ممکنه بچه دار بشی یا بچه داری خایه میکنی بچه تو بفرستی تو جامعه بابا تو آمریکا اگه من الان زندگی میکردم تو کالیفرنیا دارم جدی میگم من اگر تو کالیفرنیا زندگی میکردم جرئت نمیکردم بچه‌مو بفرستم مدرسه قطعا از کالیفرنیا بولم میشدم میرفتم نوادا مثلا میرفتم اینجا میسم که هر جایی به غیر از کالیفرنیا اینقدر مدارس کالیفرنیا کوسچر یعنی مثلا بچه پنج ساله رو یا یارو میارم با شورت میاد جلوش غیر میده مثلا میخوام بچه به زور چون میدونم بعد کنن دیگه اینا برای هدف سیاسی خودشون برای دیپ استیت به قول خودمون اینا برای پلن دارن برای دنیا به قول خودمون یه اصطلاح دیگه هم دارن و اینا یه،, یه چیزی دارن چی چیه جهانی نظم جهانی یه پلن داره داره سعی میکنه بره سمت اون و اینا باید از بچگی کار کنن دیگه هر چی طرفداراشون بیشتر باشه چه بهتر واسه همین کشا اومدن رو بچه ها دارن کار میکنن پشمای ب... نصف جهان ریخته ایلان ماسک و همین جی, اف ار کندی که اومد کشید به نفع ترامپ همه اینا دارن یعنی بابا چه اتفاقی داره تو کشورمون میفته و کالیفرنیا که قشنگ گهدونی شده تو دنیا قشنگ توالت دنیا الان لحاظ این کانسپت کالیفرنیا است کالیفرنیای دهه 90 کجا که سمبل آمریکا بود سمبل کالیفرنیا بابا به با کالیفرنیا لایف اصلا میگفتن یه اصطلاح داریم مثلا کالیفرنیا هم چی چی دریمز الان نگاه کن چه بلایی سرش آوردن یعنی همه کسخلا اونجا هم. و نمیدونم چه اتفاقی داره میفته ولی این دیگه واقعا پشمام ریخ که این پدوفایل هم دارن میکنن زیر مجموعه سیکشوال اورینتیشن هولی شت دنیا داره به گاه میره و امیدوارم که همه چیز به دو سه ما دیگه بستگی داره امیدوارم همه چیز درست بشه امیدوارم که اتفاقی نیفته واقعا حالم به هم داره میخوره امیدوارم توی دنیای زندگی کنیم حداقل درست حتی بابا حداقل خارج درست باشه دیگه ای خواهش میکنم